سلام دوستان وقتتون به خیر باشه شب. با شبنامه در خدمت شما هستیم دوستان یه جاهایی هست ما یک ماجره رو روایت میکنیم کمی بدترش رسانه های بیگانه آنهایی که مثلا در کشور آمریکا هستن آنهایی که در فلسطین اشغالی هستن آنهایی که در عربستان سعودی هستن همون شروع کن تکرار کردن حالا این باز تا اینجاش هم خیلی عجیب غریب نیست حتی اینکه مثلا طرف مقابل به یه ادراکی برسه تو یک مسئله که دقیقا ادراکی شماست اینم پذیرفته است یه جایی هست بوغ رسانه ایه طرف مقابل میاد همون رو عینا تکرار میکنه خب بوغ رسانه ای معمولیتش این هست که در یه حوزه دیگری فای نقش بکنه عملیات روانی را بندازه وقتی یک بوغ عملیات روانی میاد همون حرفا رو میزنه یعنی خیلی وزخیته میخوایم بریم جلو گزارش بخونیم بعد نکات ویژه‌ای دارم خدمت شما ارسان که فقط یه چیزی رو من قبلش خدمت شما عرض یه دعوایی در فلسطین اشغالی رخ داده و اون دعوا بعد از ماجره های پیرامون نتانیاهو درباره این هست که این آدم یک جایی از میدان جنگ فرار کرده بعد اون میدان جنگی که این ازش فرار کرده میدان جنگ در مقابل مقاومت لبنان بوده خب میدونید احتمالاً و در جایی هستین که بسیاری در فلسطین اشغالی الان دارن پیرامون این صحبت میکنن که خب باشه تو برای ایران رجز میخونی برای غزه رجز میخونی برای سوریه رجز میخونی به مقاومت لبنان که میرسی تو ترسیدی تو هیچ اقدامی نمی کنی. تو داری فرار میکنی از تقابل با اینها این حرفا الان داره در فلسطین اشغالی زده میشه خیلی پر سر و صدا هم زده میشه در گوشی نیست یعنی پذیرفتن که در این ماجرا در مقابل مقاومت لبنان یک شکست وحشتناکی در هفته اخیر خوردن نکته کجا هست نکته اینجا, هست؟ نقطه اینجا هست که اینا میگن به لحاظ تاریخی هم وقتی بررسی میکنیم تو از اینا قبلا شکست خوردی بعد این اومده تکذیب کرده یه فرمانده رده بالاتری اومده گفته نه منم یادمه که این در تقابل با اینها فرار رو برقرار ترجیح داده من دوست دارم اول این بخش کلکلی که اتفاق افتاده رو یک دور با هم مرور بکنیم بعد برمیگردیم نکاتی دارم خدمت شما عرض کرد خب حتما در جنه هستین که نتانیاهو به عنوان یکی از مقاماتی که بسیار بر تبل جنگ میکوبد شناخته می شود اونجا به شدت در تلاش هست برای اینکه این شکلی شناخته بشه حالا شما اگر بیا بگی یه همچین آدمی ترسو بوده از جنگ فرار کرده افکار و به ویژه کسانی که در نیروهای مسلح هستن این سوال برشون پیش میاد که تو وقتی خودت امکان تقابل رو داشتی فرار کردی من باید زیر نظر تو و زیر پرچم تو وارد تقابل بشم چرا من هزینه رو بدم برای چیزی که تو خودت نسبت بهش طور دیگری فکر میکردی بریم گزارش بخونیم کانال دوازه رژیم سهیونسی بخشی از صحبت های رئیس سابق ستاد ارتش رژیم سهیونسی درباره نتانیاهو رو منتشر میکنه صحبتهایی که این فرد درش گفته نتانیاهو از مشارکت در جنگ اول لبنان در سال 1982 فرار کرده او در حالی که مکلف شده بود ناپدید شده آقا اومدیم یه دفعه دیدیم از آقا خبری نیست این حرفا در چه شریطی داره زده میشه در شریتی داره زده میشه که کمی قبل از این صحبت ها در روسای قبلتر فرمانده سابق لشکر ذخیره کماندوهای رژیم صهیونیستی همین اومده بود به شکل دیگه گفته بود گفته بود که آقا نتانیاهو در سالهای قبلتر از اجرای دستور نظامی که براش تعریف کردم تفره رفته بعد در مقابل لبنانی ها براش عملیات تعریف کردم در مقابل مقاومت لبنان این فرار کرده این صحبت های قبلی که دارم برای شما میگم رو کانال هفت رژیم سهیونسی منتشر کرده بود بعد به بهونش اشاره کرد به اینکه نتانیاهو اجرای دستور در حالی که طی سالهای جنگ اول لبنان در سال 1982 به خدمت گرفته شده بود را کنار گذاشته و از آن تفره رفته است خب وقتی این اومد مطرح کرد دفتر نتانیاهو گفت این دروغه و این آقا گفت من فرمانش بودم من خودم بعد از این اخراجش کردم چه جوری دروغه باز اونا تکسیب کردن الان رئیس ستاد کل ارتششون اومده اینو تایید کرده ترسناک ترین چیز و فاجعه ترین اتفاق در یک اختلاف عمیق داخلی اینی که شما از جبه های اطراف ضربه بخوری و زمانی که ضربه خوردی تو ارتش یه سریو قهر کردن رفتن یه سریو عصبانیان جمعیت علیه تو کف خیابون هاست فضا درست نمیشه بعد تو گرفه بی برای طرف مقابل رجز بخونی بگی حالا که اینجوری شد ما سیلی محکم به شما میزنیم بعد وسط سیلی گفتنت هکرها بزنن تلویزیون رو قطع بکنن تو کلافه بشی همه بگن آقا فعلا شاه بازی یا تلویزیون قطع شده هر موقع دوباره میگیم تو رجز بخونی بعد که واسه تو دوباره رجز بخونی بعد یه دفعه اونایی که اطرافتن بیان بگن این فراری بوده از جنگ این چرت و داره میگه این میخواد ما رو بندازه به جون بقیه این نهایت فروپاشی است که میتواند در یک ساختار به لحاظ در نظر گرفتن حقایق میدانی اتفاق بیفته و الان داره در فلسطینش خیلی رخ یعنی از این فاجعه بار تر چیزی نمیتونه چرا چون نیروی در میدان وقتی نگاه کنم مردد میشه من چرا بازی کنم تو این زمین من چرا باید تو این زمین بازی بکنم اجازه بدید بریم یه خورده جلوتر گزارش های نوشته شده من میخوام گزارش از رادیو فردا برای شما بخونم هرچی گزارش از فلسطین اشغالی و دیگران خونیم کافیه میخوام یک گزارش بخونیم از رادیو فردا که این رسانه کارش عملیات روانی در فضای فارسی زبانه بریم ببینیم اینا فلسطین اشغالی رو چطور میبینن دوستان یادآوری میکنم باز تاکید میکنم اینی که من میخونم اینا نوشتن ها تعجب نکنید بگید عجب مثلا تلگر چه چیزایی میگه فضا را در قبال دشمنان ایران بحرانی روایت میکنه نه این گزارشیه که اینا دارن مینویسن این بازیه که بچه شاه رو دعوت میکنن و چیکار میکنن اینا رو بذارید کنار اصل ماجرا اینی که اینجا نوشته بریم از اون بخونیم یکی از روزنامه های رژیم صهیونیستی نوشته است اسرائیل خود را به گیجی میزند در شرایطی که اکثر وزیران عضو کابینه بی تجربه هستند تصمیم اتخاذ شده نشان میدهد دولت علاقه ای ندارد وارد جنگی شود که پای حزب الله هم به آن کشیده شود قبل از اینکه بریم ادامه گزارش رو با هم بخونیم ببین اصلا عمق این فاجعه که نتانیاهو از تقابل با مقاومت لبنان در حراس است و از تبعاتش به شدت نگرانه چیزی که دیگه همه تو فلسطین اشغالی بعد از این یه هفته فهمیدن چرا به خاطر که نهایت کاری که من میتونستم بکنم تو شرایطی که تو میگفتی ایران بدون آمریکا به تعامل میکنم این بود که آیا سی تا دونه ما راکت اجازه بده شلیک بکنیم از طرف لبنان ببینیم تو دقیقا چند مرده حلاجی بعدش میریم سراغ اینکه تو بدون آمریکا میتونی کاری بکنی یا نه در رو اونم حرف میزنیم خب این اتفاق افتاد الان همه در فلسطین اشغالی میگن کاری که ما انجام دادی به معنی شکسته بلند شدن رفتن اونجا چند تا مزرعه رو مورد هدف قرار دادن به شدت سوژه شده ادامه گزارش رو بخونیم فرمانده اسفق سازمان اطلاعات نظامی ارتش در سایت ماکو نوشت دولت اسرائیل واکنش ملایمی را در پیش گرفت و عملا دست دشمنان خود را بازگذاشت دوتا دو تا حالت داره این حرف غلط که نمیتونه باشه دیگه هممون فهمیدیم که اینا گن زدن تو این هفته خودشون هم علنا دارن میگن دو تا حالت داره یا نتونستی که پاسخ بالاتری بدی یا نخواستی که پاسخ بالاتر بدی در هر صورت این چیزی که اتفاق افتاد یعنی تو به هر دلیلی با حزب الله لبنان در این منطقه و در این مرحله نجنگیده باشی در هر صورت به هر دلیلی که این کار نکرده باشی این نشون میده که شما در یک نبرد تمام ایارتر که همه جبه ها به طور ویژه و با ظرفیت حداقل شلیک 4000 موشک علیه شما بازگشایی بشود هیچی برای گفتن نداری چرا چون حرفی می‌خواستی بزنی توی یه هفته میزدی ماجرای مجروب به حدی اسفند ماهی که یه عملیات خیلی خیره کننده رو افتاد انقدر دردناک بود که تو دیگه بعد از اون باید یه کار اساسی می‌کردی هیچ کاری نکردی رفتی توی انفعال خیلی ها انتظار داشتن بعد از زدن دو تا سرباز ایرانی دو تا قهرمان ایرانی دو تا شهید ایرانی در سوریه که صهیونیستای میگفتن آقا یه سوء تفاهمی شده نمیخواستیم اینجوری بشه شده میخواستیم جای دیگری رو بزنیم بعد از این ماجره خیلی ها انتظار داشتن سی موشک که از لبنان رفت و از جاهای دیگر کارهایی شد اینا یه حرکتی بزنن نه او توان تقابل با مقاومت لبنان را ندارد سی خورده ای سال پیش وقتی خورم شهر من آزاد شد من رفتم اونجا یارانی پیدا کردم اینها رو آموزش دادم و این ساختار چیده شد این ساختار مقدس و محترم است توسط کسانی چیده شده توسط ابراهیم همت ها و احمد متوسلیان ها و قهرمان هایی که همزمان هم اهمیت خورم شهر رو فهمیده بودن هم اهمیت نقاط دوردست در منطقه یعنی یه وقتی من فکر کنم میگم اون رزمنده هایی که در دوره جنگ تحمیلی ما داشتیم و از وطنمون دفاع بیشتر از اینکه نظامی هایی باشن که به جهت دفاع از وطن غیرتی شدن دست به سلاح بردن بیشتر از همه اینها اینا استراتژیست منهای ویژه‌ای بودن که همزمان اهمیت دو تاشو میفهمیده آقا مثلا رفقا شما وایسید با به بجنگیم ما باید داریم لبنان آخه لبنان چرا به چه دلیلی با چه منطقی پهلوی رو زدی کنار رفته آن سوی میدان الان همه دنیا با در افتادن خرمشهر تو تازه بعد وقتی گرفتی آزاد کردی از شوروی تا آمریکا در کنار صدام است با چه منطقی تو باید بلنشی بری لبنان نه من باید برم لبنان ایران امروز رو نمیگیم که کلی موشک داره ها هیچی نداشتیم در اون بازه زمانی کاری که اینها کردند سمرش امروز داره خودش نشون میده که ایران نه رژیم صهیونیستی رادیو فردایی که ارگان و بوق رسانی و عملیات روانی آنهاست هم داره اشاره میکنه به همین موارد بریم ادامه شو هم دیگه بررسی بکنیم میگه در کنار این اثر هایی که داره صورت میگیره معاون ریاست دانشگاه تلاویو نکاتی را مطرح کرده که نشان میدهد او معتقد است دولت کنونی اسرائیل در دوره کوتاه تمام دوستان عرب را از خود دور و رابطه راهبردیاش با واشنگتن را تضیف کرده است خاور میانه منتظر اسرائیل نمانده و به سوی نظم جدیدی پیش میرود که در آن عربستان و سایر کشورهای عرب در حال بهبود رابطه با ایران و سوریه هستند آقا من چقدر باید پول پرداخت میکردم که مثلا توی رادیو فردا یکی بیاد این حرفا رو بزنه بگم میخوام مخاطبانه اونایی که مخاطب رسانه وطن فروش هستن اینا به گوششون بخوره فکر کنم خیلی باید پرداخت میکردم یا مثلا چرا باید تو فلسطین اشغالی اینو بگن یا تو عربستان اینو بگن الان همه دارن اینو تکرار میکنن من ادراک کسانی که در مقابلم دشمن بودن برای در هم شکستن ایران رو عوض کردم هیچ بردی بزرگتر از این برای ایران نمیتونه وجود داشته باشه چون جنگ امروز ما جنگ ادراک هاست تا زمانی که مغزها فد نشود سرزمین ها فد نخواهد شد دشمن فهمیده در یک تقابل مستقیم وقتی نیروی از ما بر زمین بیفته صدها نفر بیدار میشن رفته تو کار رسانه‌ای داره ادراک ها رو باش بازی میکنه وقتی ادراک یک نفر رو باش بازی کردی در سرزمین ایران او در کنار پرچمش ایستاده ولی یواش یواش مثل تو فکر میکنه بعد نوک فلشش برمیگرده به سمت خودش اینا داشتن با ما این کارو میکردن در حوزه رسانه ادراک همه اینها عوض شد ده سال گذشته در عربستان داره حرفای زده میشه در فلسطین اشغالی داره حرفای زده میشه در آمریکا حرفای داره زده میشه در رسانه های دشمن با ایران حرفای داره زده میشه او هست که اون حرفایی است که اینها دوست نداشتن بهش اعتراف کنن الان دارن اینو مطرحش میکنن حرفای آقای خامنه ایه. حرفای مقامات ایران حرفایی که در نماز جمعه گفته میشد و ما در یک نبرد سهمگین ادراکی پیروز میدان شده ایم. دنیا باید بیاد در این حوزه از ما درس بگیره اجازه بدید ادامه گزارش رو هم بخونیم در ادامه گزارش به این اشاره کرده گفته جای شگفتی نیست که ایران و شریکانش سعی دارن اسرائیل را در غزه مسجد الاقصا لبنان و سوریه به چالش بکشن اسرائیل غرق در موزلات داخلی خود به یکی از کشورهای مشکلدار منطقه تبدیل شده که در آن سیاست خارجی و امنیتی به نبرد میانه حکومت و مخالفانش به گوشه رانده می شوند. همسایگان جشن گرفتند ولی ما نه تنها مهمانی دعوت نشده ایم بلکه یکی از غذاهای اینجاش هستیم اصلا محشر بود این چیزی که اینجا نوشت یعنی خیلی هم پیام و قشنگ رسون هم جمله بندی قشنگی تعریف کرد و هم خیلی زیبا تعریفش کرد میگه همسایه های ما به جشن نشستن نه تنها دعوت نشدیم بلکه یکی از غذاها ما هستیم میگه آمریکا رو از دست داده میگه کشورهای عربی رو از دست داده خب اینا همه رفتن نشستن باش ارتباط گرفتن گفتگو کردن آمریکایی‌ها باش رفت آمد داشتن آمریکایی ها مهمترین و ویژه ترین هامیش هستن تو چه شرایطی اینا داره اتفاق میفته فقط یک جمله بگم در شرایطی که مهمترین تسلیحات بزرگترین زراتخانه در منطقه خاورمیانه را رژیم صهیونیستی به اوکراین فرستاده تو یه جمله گفتم ولی خیلی طولانی شد اینا مهمترین تسلیحاتی که مهمترین انبار تسلیحاتیشون که تو خاورمیانه میانه داشتن که اگه یه جنگ تمام عیار اتفاق بیفته از این استفاده بکنن که ناتو بیاد اینجا میدان داری بکنه همشو فرستادن اوکراین عرض کردم خدمت شما بود برای روسیه دار و نداره اینها توی این باتلاق سوخت به فنا رفت غرق شد توی همچین شرایطی از درون دوچار بحران از بیرون دارن بهش میزنن نمیخواد درگیر جنگ بیرونی بشه ولی با گستاخی جلوی دوربین وای میسته میگه آمریکا نباشد من ایرانو میزنم همشونو علاتو پشت دوربین دارن میخندن میدون این حرف حرف مفتیه ممکن است همچین حماقتی هم بکنی ولی تبعاتش رو نمیتونی مدیریت بکنی ادامه گزارش رادیو فردا رو بخونیم الان بعضی آقا احتمالاً تو رادیو فردا نظام عوض شده یه کسایی دارن که چیزایی می که اینا عجیب غریبه ببین چی نوشته گفته که خبرنگار وبسایت والانیوز جزئیات نشست کابینه نتانیاهو رو فاش کرد در این نشست رئیس ستاد ارتش معتقد بوده که اگر اسرائیل حمله وسیع در واکنش به حملات راکتی شلیک شده از لبنان انجام دهد ده یک درگیری همه جانبه رو خواهد داد تو مجدو زمانی که علیه اینا در اسفن ماه اتفاق عجیب و غریبی رخ داد که همچنان مبهم است و ما منتظریم اینا یه چیزی درباره اون ماجرا بگن بشه بیشتر در صحبت کرد هیچی در روش نمیگن مجدو زمانی که اتفاق افتاد فقط یک جمله از سوی اینها در رسانه مطرح شد تحت عنوان که اونی که اومده توی مجدو عملیات رو تعریف کرده قطعا خودش رو برای این آماده کرده بوده که ما بریم به سمت جنگ تمام عیار یعنی این صابون رو به تنش مالیده بوده چون همچین کار عجیب و غریبی ممکن هست منطقه رو به سمت جنگ ببره اومدیم جلوتر از همه جپ های یه خورده باش ژنرال قانی بازی کرد یه خورده با اینها سرگرم شد بازی کرد از همه جپ ها با رژیم سیونسی چهار تا دون راکت انداخت و تو اون انداخت سه تا این انداخت یه دونش پرش تو اردن توی همچین شرایطی این میگه که آقا در همه جپان نخواسته رژیم سیونسی یک جنگ وسیع را بندازه چون میدونه که این جنگ همه جانبه میتونه پیامدهایی داشته باشه اگر بخوایم بگیم یک نفری به پایان خط رسیده است دیگه چه گزینه‌ای باید نشون بدیم با چند هزار تا کلاه که یک روز صبح از خواب بلند شدیم آمریکا ژنرال ایران رو زده بود عکسایی هم که منتشر میشد دست با کفایت قاسم سلیمانی در تصویر دیده میشد و دشمنانی که هل هله میکردن شما این تصویر رو هر کجا نشون میدادی میگفتی این سوت آغاز بازی میخوام به کشورش حمله کنن داره میگه میخوام به حمله کنم دیگه دیگه چجوری بگی تو اون شرایط تو کاری که مثلا اوج عملیات روانی علیه ایران هم بود در فضای فارس ایران عین الاسد اینها رو زد با دهها موشک عین الاسد اینها رو زد تا یک سال بعد از عین الاسد همین میگفتن تلفات ندادیم فقط یه چند تا مرگ مغزی داشتیم یه دو تا نشان ارغوانی هم دادیم همچنان هم دارن نشان ارغوانی میدن به کسانی که تو عین بودن و آمار ارائه میدن از کسانی که اونجا بودن الان خودکشی کرد دیگه من در اوج بحران داخلی بودم بعد از ماجرای آبان بود که یک فتنه بنزینی به راه افتاد یک فاجعهی رقم خورد تعدادی از هموطن‌ها شهید شدن یعنی شما نگاه کنی از داخل ضربه خورده بود ایران افکار عمومی کلافه بود حالش گرفته بود ژنرالش رو زدن الا شما کشور تذیه شد ایران ذره کوتاه نیومد از لحظه که این ماجرا پیش آمد شروع کرد ضربه زدن تو کنیا آمریکا رفتن رو هوا پایگاه نیرو هواییش رفت و جاهای دیگه تو افغانستان هواپیما سقوط کرد این ور به مشکل خورد و تا رسیدیم بین وقتی رژیم صهیونیستی در همش شرایطی از لبنان میخوره از سوریه میخوره هیچ کاری انجام نمیده یعنی بازی برای رژیم تمام شده است انتهای گزارش رادیو فردا رو نمیخونم ازش عبور میکنم چون ادامش همینه فقط یه نکته باید بگم همیشه شبنامه ها رو یا متنش رو یا مثلا سناریوی کلی شو ما تو تیممون میشینیم با هم می نویسیم دیگه یا یه وقتی من خودم می نویسم یا ما اینو مواد بریم جلو امشب جمع بکنیم من امشب لازم هست از بچه های رادیو فردا یه تشکر ویژه داشته باشم و ازشون خواهش کنم بازم بچه عقلانی فکر کنی از این گزارش خوب خوب برا ما بنویسید حال ما خوب میشه من به شما قول میدم که اگر یه چند بار این گزارش رو بنویسید بررسی بکنیم شاید مثلا کیهان هم نشش بده شاید مثلا نماز جمعه های ایران هم بخود. چون خیلی مشیه این همونه که ما میگفتیم اصلا همون همیشگی که تو تهران میگفتیم تو الان داری میگی و نمیتونی غیر از این بگی میدونی چرا چون ادراکت عوض شده نسبت به چون تو فهمیدی اون چیزی که دشمن تو یعنی ایران میگفت درسته بازی به نفع... ایران تمام خواهد شد من تو مرحله ای نیستم که حتی بتونم این بازی رو مساوی تمامش کنم فرصت ندارم پرگل بی امان به سمت دروازه حریف باید این بازی رو تمامش بکنم و این اتفاق خواهد افتاد بهترین ها پیش روی ایران خواهد کمی صبور باشید چیزهای ویژه‌ای و حرفهای ویژه‌ای هم در داخل ایران هم در منطقه برای گفتن خواهیم داشت نکته دیگه ندارم اگر نکته بود در قالب پیام برای من بفرستید کمک بکنید که این گزارش با پیام شما کاملتر بشه خاک پای همه رفقا هستم خیلی مخلصم خیلی ارادت دارم وقتتون بخیر